همگی خسته نباشید، بریم سراغ ادامه بحثمون. این بیت رو من کامل نوشتم، گفتم مهمه. نقش کلمات مشخص شده، معلوم کردم. نهاد و مستند مضافان الی فعل اسنادی، مفهومش رو گفتم. تعداد جملهش مشخصه، هست و سن نداریم. یه فعل مصرع اول، یه فعل مصرع دوم بر نیاید. دو تا جمله داریم، دو تا فعل حاضر. نهاد به همیشه قاعده اینه، شیوه نوشتاری من یا عادیه یا بلاغی. در شیوه عادی نهاد اول میاد، فعل آخر. و در شیوه بلاغی اجزای من نهاد و فعل جا به جا میشن. مفعول امکان داره اول بیاد، مسند امکان داره اول بیاد، متمم امکان داره اول بیاد. پس حواسمون باشه که اون موقع شیوه میشه شیوه بلاغی، جو اجزای جمله سر جای خودش نمیاد. اینجا نهاد سر جای خودش نیومده، باید اول بیومده، اول فعل اومده. پس این شیوه بلاغی و شیوه عادی رو شما سال دهم تو ادبیات خوندید، یه تست کنکورتون راجع به اینه. من سعی میکنم جاهای نکاتش رو بگنجونم و براتون بگم. با توجه به این توضیحات عکس براتون فرستادم، دقت کنید. من الان تابلو رو پاک میکنم و میرم سراغ ادامه درسم. بچه ها باید سر کلاس حتما حضور داشته باشید، یعنی حضور شما و پرسشی که ازتون انجام میشه تو نمره مستمرتون تأثیر داره. در ضمن شما سال دوازدهمی، حضوری هر چیز رو الان نیایش نبود، نتونست جواب بده، آیدا خیلی دیر جواب داد و این نمره منفی داره و من میزنم که موقع پرسش هم قایب میخوره و هم منفی میخوره. اینکه خدا نکرده بعضی ها کمکاری میکنن، حضور خودشون رو اعلام میکنن و میرن کنار، ما انشاءالله تو ادبیاتمون همچین چیزی نخواهیم داشت. پس بنابراین چون ادبیات واقعا نکته داره و من مجبور هستم خیلی نکات رو توضیح بدم و برم جلو، پس حضورتون الزامیه. با توجه به این مورد آرایه هاشم گفتیم، واجارایی و تشبیه رو داشتیم. ببخشید، عاشقان پشتگان معشوق هم واجارایی شیر رو داریم، بر نیاید ز پشتگان آواز. این بیت دومش حسن تعلیل هم داره. حسن تعلیل هم یک آرایه ادبی، دلیل زیبا، شاعرانه، ادبی اما غیر واقعی، که انشاءالله توی کارگاه های متن‌پژوهی آینده ما راجبش توضیح خواهیم داد. شما میتونید فقط اینجا بنویسید برای بیت دوم، عاشقان کشتگان معشوقان آرایه حسن تعلیل داره. میرم سراغ یکی از قسمت‌های مهم درس اول و سوال امتحان نهایی ازش داریم. یکی از صاحب دلان سر به جیب مراقبت فرو برده. دقت، جیب یعنی گریبان یعنی یقه. جیب مراقبت فرو برده بود و در بحر مکاشفه مستقر شده. آنگاه که از این معاملت باز آمد، یکی از یاران به طریق انبساط گفت، از این بوستان که بودی ما را چه تحفه کرامت کردی. نکات مهم به این قسمت امتحانی و نهایی. صاحب دلان کنایه هست از عارفان. صاحب دلان یک واژه وندی مرکب از نظر ساختمانی، صاحب به علاوه دل به علاوه آن، پس کنایه آرایه است. صاحب دلان مفهوم کنایی عارفان. از نظر ساخت چه نوع کلمه ایه؟ وقتی میگیم از نظر ساخت باید بگیم وندی در واقع مرکب، صاحب به علاوه دل به علاوه آن. من در واقع بیارم چی بهش میگن گروه واتساپمون رو. بله آقای نجفی بچه‌ها، خب من یه لحظه بله بیارم بچه های کلاس رو. خب پس اینجا یکی کلمه صاحب دلانه، یک کلمه وندی مرکبه، آرایه کنایه هم داره، کنایه هست از عارفان. جیب مراقبت. بچه ها دو تا از واژه های مهمی که تو معنا کردن برام خیلی مهمه، یکی کلمه مراقبت، الان دارم جیب مراقبت، و دارم بحر مکاشفت. در واژه‌نامه درس یک که
قبلا گفتم مطالعه بکنید، کلمه مراقبت و مکاشفت رو داشتم. مراقبت و مکاشفت یک اصطلاح عرفانی هستن هر کدوم. معانی هر کدوم در پایان واژه‌نامه آورده شده. تو امتحان معمولا برای مراقبت و مکاشفت معنی رو میدن و به شما میگن با گزینه مناسب پرش کن. پس معنی رو بلد باش بدون کدوم معنی مراقبت کدوم معنی مکاشفته. جیب مراقبت میخواد بگه سر در این جیب. یعنی چی؟ یعنی گریبان، یعنی یقه. جیب مراقبت اضافه شما اضافه اقترانیه. جیب به معنی گریبان، به معنی یقه، در معنای اصلی خودش به کار رفته. و مراقبت هم یه کار روحیه، مثل همون سر ارادته، مثل نمیدونم کلماتی که گفتیم، مثلا من بگم قلم بخشش، یعنی قلمی که به نشانه بخشش بود. پس اضافه اقترانی. بحر مکاشفت اضافه تشبیهیه، یعنی مکاشفت مثل یک دریا میمونه. بحرت میشه میم به و مکاشفتت میشه میم. پس شما اینجا این دو تا اضافه رو بلد باشید. معانی مراقبت و مکاشفت در پایان کتاب آورده شده. حالا میرم سراغ ادامهش. میگه که پس صاحب دلان رو گفتیم سر به جیب مراقبت فرو برده بود. این عبارت رو معنا کنه، سر در جیب مراقبت فرو برده بود، یعنی در حالت تفکر و تأمل فرو رفته بود. سر در جیب مراقبت فرو برده بود، یعنی در حالت تفکر و تأمل فرو رفته بود. بچه ها کل عبارت سر در جیب مراقبت فرو بردن مفهوم کنایی داره. کنایه هست از گوشه‌گیری. پس آرایه کنایه دارم. اضافه اقترانی آرایه نیست، ولی اضافه تشبیهی، اضافه استعاری آرایه. صاحب دلان رو گفتیم کنایه از عارفان. سر به جیب مراقبت فرو برده بود رو معنا کنید. به نصر روان، یعنی در حالت تفکر و تأمل فرو رفته بود، گوشه‌گیری میکرد. تو پرانتز این کنایه شه. بحر مکاشفت، مکاشفت براتون آورده شده، من دیگه توضیح نمیدم، اصطلاح عرفانیه. آرایه تشبیه داره، مکاشفت میم، بحر میشه میم به، مهمه. مستغرق شده، مستغرق شده، مستغرق شدن در چیزی کنایه است. مستغرق شدن در چیزی کنایه است از تمام وجود را متوجه چیزی کردن. ما میگیم غرق افکار خود شده بود، یعنی تماما متوجه چون افکار. پس مستغرق شدن در چیزی کنایه است از تمام وجود را متوجه چیزی کردن. درست شد؟ پس اینم این مورد. بحر مکاشفت تشبیه، مستغرق شده بود. بودت به قرینه لفظی حذفه. قبلش گفته در بحر ما در سر به جایی به مراقبت فرو برده بود، شده بود. برده و شده آرایه سرج داره. تناسب بین بحر و مستغرق. پس آرایه های سطر اول رو با هم بررسی کردیم. یک، کنایه صاحب دلان. دو، کنایه سر به جایی به مراقبت فرو بردن. معانی هر کدوم هم گفتن مهمه. بحر مکاشفت اضافه تشبیهی، آرایه تشبیه. مستغرق شده بود کنایه است، معنیش رو گفتم. و بین بود و بین برده و شده آرایه سرش داریم. بودمون حذف فعل به قرینه چیه؟ لفظیه. آنگه که از این معاملت باز آمد، امتحانی. بچه ها معاملت یعنی معامله. منظور از معامله در این عبارت چیه؟ یعنی اعمال عبادی. و تو پرانتز یعنی مکاشفت و مراقبت، یعنی همونهایی که همون دوتا اصطلاح عرفانی. پس منظور از معاملت، منظور از معاملت
وادی و در اینجا می نویسم مراقبت و مکاشفت. دقت باید بکنه. سوال امتحانیه. یکی از یاران به طریق انبساط، یعنی به روش خودمانی، انبساط یعنی خودمانی، گفت مهم از این بوستان که بودی ما را چه تحفه کرامت کردی. بوستان استعاره هست از عالم معنویت و عرفان. بوستان استعاره از عالم معنویت و عرفانه. ما را انواع را رو جلسه پیش توضیح دادم. مهمه را در اینجا به معنی برای، حرف اضافه است، یعنی برای ما چه هدیه ای آوردی، چه تحفه ای بخشیدی. پس را حرف اضافه ما میشه متمم. تحفه به معنای هدیه اهمیت املایی داره. و دیگه عبارت من نکته خاصی نداره. مفهوم کل عبارت گوشه‌گیری برای رشد معنویت از ابتدای یکی از صاحب دلان، از یکی از صاحب دلان تا پایان کرامت کردی. مفهومش رو بنویسیم. مفهوم گوشه‌گیری برای رشد و رشد معرفت و شناخت خداوند. میرم سراغ ادامش. تناسبش رو گفتم، کنایه‌هاش هم گفتم و نکات همه رو توضیح دادم. یک ترکیب اضافه تشبیهی بیابید. بحر مکاشفه. اضافه اقترانی در کدام ترکیب دیده میشه؟ جیب مراقبت. جیب را معنا کنید، گریبان و یبه. در بحر مکاشفت ارکان تشبیه را بیابید و بنویسید. مکاشفت می و منبه. منظور از معاملت در این عبارت سعدی چیه؟ گفتیم مراقبت و مکاشفت. هر کدوم اصطلاح عرفانی معانی در واژه‌نامه، معنی رو میدن، کلمه رو میخوان. مفهوم یکی از صاحب دلان تا پایان چه تحفه کرامت کردی چیست؟ گوشه‌گیری برای رشد معرفت. یک حذف بیابید و نوع آن را بنویسید. سطر اول مراقبت فرو برده بود و در بحر مکاشفت مستقر شده بود. بود حذف به قرینه لفظی. سرج بین چه واژگانی دیده میشه؟ برده و شده. مراعات نظیر بین فهر و مستقر. دوباره توضیحش رو دادم. گفت به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم دامنی پر کنم هدیه اصحاب را. چون برسیدم بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت. بچه ها سوال امتحان نهایی، چون به درخت گل رسم رو تو نهایی گفته بود معنا کنید. درخت گل استعاره هست از جلوه ای از جمال حق، یعنی خداوند، یعنی در واقع جمال حق، یعنی معرفت الهی، یعنی عالم معنویت. پس وقتی به درخت گل رسم یعنی به عالم معنویت و به جلوه جمال حق دست یابم. پس معنیش مهمه. امتحان نهایی بوده. به درخت گل رسم، درخت گل استعاره است از جلوه از جمال پروردگار، یعنی عالم معرفت، عالم معنویت. خب چون به درخت گل رسم، یعنی وقتی به جلوه ای از جمال حق برسم، دامنی پر کنم هدیه اصحاب را. را حرف اضافه است به معنی برای، یعنی هدیه ای پر کنم، دامن خود را پر کنم برای هدیه اصحاب. حرف اضافه اصحاب، یاران، دوستان. چون برسیدم، وقتی رسیدم بوی گلم چنان مست کرد. گل استعاره هست باز همون جلوه ای از معرفت الهی، جلوه ای از حق، که دامنم از دست برفت. از دست رفتن دامن کنایه است. کنایه است بی اختیار شدن، مدهوش شدن. مفهوم عبارت گفت به خاطر داشتن تا از دست برفت چه مفهومی داره؟
دقت کنید مفهوم این هستش که در واقع میتونیم بگیم که فراموش کردن خود در برابر جلوه پروردگار. من از این قسمت یه عکس میگیرم و بعد نکات در واقع جهش ضمیر این رو بهتون خواهم گفت. فوق العاده مهمه. برم سراغ عکس رو از اینجا من بگیرم که تصویر رو داشته باشید. بفرستم برای بچه ها اشتراک. خب بچه ها، من الان قسمتی رو براتون توضیح خواهم داد که مهم خواهد بود. تابلو رو من پاک میکنم. این قسمت رو که من بگم شما هم همراهی کنید، همه بی حضور داشته باشید که از شما هم پرسیده بشه، چون راجع به جهش ضمیر و نقش اون هست. عبارت من این قسمت‌های درخت بلوبریش رو توضیح دادم، دستورش رو میخوام این نکتش رو بگم. از اینجا که میگه بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت. در این عبارت ضمیر را بیابید، ضمیر متصل و نقشش رو معلوم کنید. ضمایر متصل رو بلدم، ام، ات، اش، امان، اتان، اشان. حواسم باشه ام رو با شناسه اشتباه نگیرم، مثل رفتم، دیدم، برنیامدم، باز آمدم، اونا شناسم. بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت. پس من ضمایر متصل رو معلوم کردم، اول شخص. نقشش رو میخوام پیدا کنم، باید برش کردونم ببینم آیا سر جای خودش اومده یا نه. اگه به ظاهرش نگاه کنم امکان داره اشتباه بکنم. بوی گلم چنان مست کرد، وقتی میخوایم معنا کنیم میگیم بوی گل چنان مستم کرد. این معناش میشه، یعنی بیم گل میاد میچسبه به مست. یه قسمتی از فعله بوی گل چنان مستم کرد، یعنی من را مست کرد. پس نقشش میشه نقش مفعولی. پس بوی گلم چنان مست کرد، ضمیر در جایگاه خودش آورده نشده. معنی که میکنم میگم بوی گل چنان من را مست کرد. پس اینجا میم گلم مفعول برای کلمه مست، من را مست کرد، میشه نقش مفعولی. گل هم که گفتیم استعاره است از جلوه ای از جمال عقل، همون درخت گلی که گفتیم که دامن از دست برفت. دامن از دست نمیره، دامن از دستم رفت، یعنی باز شما اینجا میم سر جای خودش نیمده، اینجا باید بیام من برفت و درستش کنم. از دست دامنم از دست برفت. دقت کنید بچه ها، اینجا میم من باید بیاد اینجا، یعنی عبارت من اینجا میشه دامن از دستم برفت. دامن از دستم برفت یعنی از دست من، یعنی من شما نقشش میشه مضاف الیه. پس من هر دو تا جهش ضمیر دارم، تو اولیه میم گلم مفعول برای کلمه من است و توی دامنم از دست رفت، دامن از دست من، منش میشه مضاف الیه. هر دوتاش هم ضمیر در جای خود نمیده، پرش ضمیر داریم، رقص ضمیر و جهش ضمیر. اولی مفعول بوی گل من را، دومی مضاف الیه. احسن نگار، وجود شما دانش آموزای اینجور تو کلاس خیلی خستگی رو برطرف میکنه و نشاط آوره
ممنون نگار. حضور مستمر، فعالیت در کلاس برای شما چیه بچه‌ها؟ نمره منظور میشه. الان نگار خوشبختانه جز دانش آموزای پرکار و فعاله و این خیلی برای نمره مستمرش خوب خواهد بود. درس هم یاد میگیره در کنارش. بچه‌های دیگه هم انتظار دارن که در واقع مثل نگار فعالیت خودشون رو ثبت کنید. در حتی اگر منم نپرسم، چون نمرش منظور میشه و فعالیتتون رو منظور میکنیم. اینجا یه نکته دیگه هم داره. بچه‌ها کلمه برفت رو دقت کنید. برفت معادل رفته، درسته؟ برفت اینجا فعل منه، یعنی رفت. بچه‌ها این به شما در زمان فعل هیچ تأثیری نداره. به این به میگن به زینت. در قدیم بر سر افعال آورده میشه، حتی سر فعل منفی هم میومده. به نگفت، به نرفت، معادله نرفته. پس این یکی از ویژگی های دستور تاریخی هست. خب در اینجا به خاطر داشتم و مفهومش هم که گفتیم، مفهومش فراموش کردن خود در برابر خداونده. از ابتدای گفت به خاطر داشتم تا پایان برفت، فراموش کردن خود در برابر خداوند. مفهوم فراموش کردن خود در برابر خداوند و جمال حق. اینم از مفهوم عبارت همون. دیگه اینجا نکته ای نداره تا بریم سراغ بیتمون. خب من عکسش رو میگیرم براتون میذارم توی گروه. بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برد. زمایر متصل و نقش اونها اینجا مهمه. خب میریم سراغ ادامه درسمون. این دو بیت رو بگیم دیگه تموم میشه. ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کام سوخته را جان شد و آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بی خبرانند، کان را که خبر شد خبری باز نیامد. مهم و امتحانی. مرغ سحر در واقع عاشقی که فقط ادعای عشق میکنه، استعاره هست و یا حتی میتونیم نماد بگیریم. مرغ سحر اول میگم نماد عاشق مدعی، عاشقی که فقط ادعای عشق میکنه. من گفتم استعاره هم داره. چرا؟ وقتی منادای شما غیر انسان باشه شما استعاره دارید. شما منادا یعنی فردی رو مخاطب قرار بدید. مخاطب قرار دادن، صدا زدن کسی در واقع برای شما آرایه، ببخشید، باید انسان باشه منادای شما. اگر غیر انسان بود استعاره است. ای مرغ سحر، نمیخوای که بلبل رو صدا بزنی، میخوای بگی ای عاشق، بگی ای انسان. پس من مرغ سحر نماد عاشق مدعی، نماد عاشقی که فقط ادعای عشق میکنه، تو ادبیات نماده. استعاره هم داره مرغ سحر. چرا؟ چون منادا واقع شده. منادای غیر انسان استعاره. من یه موقع میگم ای خیاط، ای دانش آموز، ای خداوند بزرگ. شما اگه خدا رو صدا بزنی، امامان رو، چی بهش میگن، خدا رو، ملائکه رو، فرشتگان رو، شیطان رو، اینا رو صدا بزنی استعاره نداری. منادای غیر انسان، غیر ملائکه، غیر ابلیس و شیطان برای شما آرایه استعاره.
نماد و استعاره در کلمه مرغ سحر. نمادش خیلی مهمه، عاشقی که ادعای عاشقی میکنه. عشق را از پروانه بیاموز، عشق مفعول، پروانه متممه. پروانه نماد عاشق حقیقیه. تو ادبیات پروانه عاشق حقیقی در برابر مرغ سحر، سالک و عاشق حقیقی. عشق مفعولی، پروانه نقش متمم رو داره. کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. مهم، نوع را مهمه. جلسه قبل گفتم کان سوخته را جان شد معادل جان آن سوخته. پس رای من میشه رای چی؟ رای در واقع فک اضافه. پس مصرعش رو من می‌نویسم، سوال امتحانیه، نوع را معلوم کنیم. بچه‌ها نمادهاش مهمه. مرغ سحر نماد عاشقی که ادعای عاشقی می‌کنه. پروانه نماد در واقع نماد چیه؟ عاشق حقیقی و واقعی. عبارت شما اینه: کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. سوال نوع را معلوم کن. نوع رای من اینجاست، یا نقش نمای مفعوله، یا رای حرف اضافن، یا رای فک اضافن. از کجا تشخیص بدم؟ معنی میکنم کان سوخته را، مصر اول میگه ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز. کان سوخته را جان شد، کان سوخته را جان شد معادل جان آن سوخته. جان شما مضافه، اینها می نویسم جان مضافه، سوخته مضاف الیه، بینش فاصله ایجاد شده، تفکیک ایجاد شده، جای مضاف و مضاف الیه رو عوض کرده. داشتیم چی بود عبارتی گفتم حفظش کنید؟ مادر را دل بسوخت، دایه را دامن، سوخته را جان. پس اینجا رای من میشه رای فک اضافه. سوال دوم، نوع واو رو معلوم کن. نوع واو رو دقت بکنید، اصلا کاری به معنا که من نداشته باشم، کنار این واو چی میبینم؟ فعل میبینم. واو میشه واو رفت. مرغ سحر نماد چیست؟ نمیدونم کلمه پروانه نماد چیست؟ استعاره در کدام کلمه دیده میشه؟ در مرغ سحر. آموختن از ای مرغ سحر عشق پروانه بیاموز. آموختن برای پروانه آرایه تشخیص داره. در مصرع دوم آواز نیامد. آواز مجازن یعنی سخن. آواز سخن. من با یه رنگ دیگه بنویسم. مجازن به معنی سخن، کلمه آواز. مجازن به معنی سخن. حالا در عبارت من آواز نیامدن کنایه است. کنایه هست از ادعا نداشتن. صدا نمیده، سخنی نمیگه، کنایه هست از ادعا نداشتن. پس رای من فک اضافه، توضیحش رو دادم. نوع واوم واو ربطه. مجاز را بیابید و معنی مجازی آن را بنویسید. آواز مجازن سخنه. چرا؟ مجاز کاربرد کلمه در معنای غیر حقیقی، منظور آواز و صدا و ترانه نیست، یعنی سخن. کنایه کدام است؟ آواز نیامد کنایه است، آواز نیامدن کنایه است، ادعا نداشتن. ادعا نداشتن. تشکیلش رو من بذارم. ادعا نداشتن. خب بیت بعدش هم نکتهشو بگم. این مدعیان، مدعیان یعنی ادعا کنندگان، در طلبش بیخبرانن.
یعنی نقش مضاف الیه دارشیم، یعنی در طلب آن مرجع ضمیر اش در طلبش عشق الهیه. پس بیت دوم اینجا می نویسم: این مدعیان در طلبش بیخبرانند، ضمیر متصل اش، نقشش مضاف الیه، مرجع اش رو معلوم کن، عشق الهی. یعنی این ادعا کنندگان در طلب عشق الهی بیخبرانند. درست شد؟ مصرع دوم: کان را که خبر شد خبری باز نیامد. خبری باز نیامد در اینجا منظور کان را که خبر شد خبری باز نیامد، یعنی خبری از آن داده نشد، یعنی مردن، جان باختن. پس مصرع دوم: کان را خبری شد خبری باز نیامد، یعنی مردن. و دیگه عبارتی هم نداره دیگه، جان باختن، جان باختن. این مدعیان در طلبش بیخبرانند. بچه ها یه نکته که بگم، کان سوخته رو جان شد، شدن جان کنایه هست از فدا شدن. پس من اینجا شدن جان در مصرع اول کنایه است، کنایه هست از فدا شدن. بله، کنایه از فدا شدن. در بیت شما مرغ سحر و کلمه پروانه از نظر معنایی تضاد معنایی دارم. مرغ سحر ادعا کننده، ولی پروانه عاشق حقیقی واقعی، سالک واقعیه. پس شدن جان کنایه از فدا شدن، مرغ سحر و پروانه تضاد معنایی و مفهومی دارند. میتونم به جا تضاد معنایی بنویسم تضاد مفهومی دارد. علامت تضاد رو من نوشتم، اینم مهمه. پس خبر این کنایه هم گفتیم در مصرع اول. مفهوم دو بیت آخر رو یادداشت کنید: از ای مرغ سحر تا پایان رازداری و بی ادعای عاشق واقعی. مفهوم دو بیت: رازداری و بی ادعای عاشق حقیقی. مفهومش هم مهمه. دیگه فکر نمی کنم نکته ای باشه که من نگفته باشم. با این وجود اگر رسیدیم بهش مطمئنن خواهم گفت. من برم سراغ عکسو بگیرم ازش. بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت. خب اینو که گفتیم، بذاریم من برم توی دوربین. کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. خب تصویرشو من ببینم، برای اشتراک بذاریم برای بچه های نازنین تجربی ریاضی. نکته نداریم، بچه ها سریع کارگاه مدفجوهی رو بیارید تا من سریع جوابا رو بدم و بعد بریم یه دو نفری رو درس بپرسیم. قلمرو زبانی کارگاه مدفجوهی داریم جواب میدیم، همراه من باشید. جدول زیر رو به کمک متن درس کامل کنید. معنا: واژه معادل دارای نشان پیامبری، واژه معادل وسیم امتحانیه، شادی بخش مفرح، به خدای تعالی بازگشتن انابت، قطع کردن مقرری، وظیفه بریدن.
پس واژه‌های معادل به ترتیب وسیم، مفرح، انابت، وظیفه بریدن. دو سه واژه در درس بیابید که هم‌آوایان در زبان فارسی وجود داره. تو درس گفتم قربت و قربت، حیات و حیات. داریم کارگاه متن پژوهی رو جواب میدیم. بچه ها کارگاه های متن پژوهی 50% سوال نهایی رو در واقع تشکیل میده، یعنی دونه به دونه شو باید بلد باشی. خیلی مهمه برای سوال دو. پس شو کارگاه متن پژوهی سوال اول رو جواب دادیم. سوال دوم، سوال دو گفته ببینید چه کلماتی هم‌آوا تو درس داریم. من قبلا گفتم یکی بود قربت و قربت، هم‌آوا و مهمه. بعد حیات و حیات رو داشتیم، توضیح دادم. امروز خوندم منصوب و منصوب. حالا این چند مورد رو که من گفتم، این منصوب به معنی گماشته، این یعنی گماشته، این حیات یعنی محبته، این قربت یعنی دوری. سوال سه از متن درس، برای هر یک از حروف زیر واژه‌های مهم املایی بیابید. خب من دقیقاً تو درس گفتم مثلا برای اولیه، برای این هی که آورده، میتونی کلمه تحیر یا کلمه مفرح یا کلمه فاحش. این سوال سه. برای واج قاف یا ق، مستقرق میتونم نام ببرم. تو درس گفتم قربت، مراقبت، سر در جیب مراقبت. و برای همزه یا عین که ما میگیم در واقع مثل خلعت نوروزی، مثل کلمه اصاره، مثل کلمه ربیه. این هم میشه جواب سوال سه ما. شماره چهار رو هم دقیقاً در درس گفتم در کدام قسمت از متن در جهش زمین دیده میشه. دلیل خود را بنویسید، یادداشت میکنید. دامنم از دست برفت، تصویرشو براتون بالاتر فرستادم، و دامن از دست من برفت مضاف الیه، و یکی هم بوی گلم چنان مست کرد، میمش بوی گل چنان مرا مست کرد. براتون جوابشو دادم. به عبارت‌های زیر توجه کنید. در مورد حذف فعل‌ها قبلا توضیحشو دادم، دیگه کاری بهش نداریم. میخونید خودتون از روش، جوابش توضیحاتش داده شده. در متن درس نمونه‌ای برای کاربرد هر یک از انواع حذف بیابید. توی درس کامل پاسخ داده شده. قلمرو ادبی امتحانی، واژه‌های مشخص شده نماد چه مفاهیمی هستند؟ مرغ سحر الان گفتم نماد که عاشقی که فقط ادعای عاشقی میکنند، مدعیان عشق گفتم نوشتید. پروانه نماد عاشقان حقیقی، سالکان راستین. با توجه به عبارت‌های زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید. باران رحمت بی حسابش همه را رسیده، خان نعمت بی دریغش همه جا کشیده. دو تا عبارت داده. فراش باد سوا را گفته تا فرش زمردی، تا پایان به پرورر. الف آرایه های مشترک دو عبارت، آرایه هاشو گفتم مشترکش، یکی تشبیه و دیگری آرایه سجه. قسمت مشخص شده بیانگر کدام آرایه ادبیه؟ فرش زمردین استعاره هست از سبزه ها. پس قلم رو ادبی، اینجا من می نویسم قلم رو ادبی. سوال یکمون که واژه های نماد رو خواسته، نمادها رو گفتم. مرغ سحر نماد پروانه هم گفتیم. مرغ سحر مدعیان
میگیم عاشقانی که ادعای عشق میکنن. پروانه هم میشه عاشق راستین و حقیقی. سوال دوم قسمت الفش میشه آرایه تشبیه و سجع و قسمت بشم میشه فرش زمردین استعاره از سبزه ها. دیگه من توی این قسمت از قلم رو به ادبی آرایه ندارم، عکسش رو من میگیرم و براتون توی گروهتون الان میذارم. کارگاه متن پژوهی درس 1. درست شد؟ بله. خب برم سراغ ادامش. قلمرو به فکری، معنی و مفهوم عبارت‌های زیر رو به نثر روان بنویسید. ببین معنی با مفهوم فرق میکنه. معنی یعنی به نثر روان، یعنی حداقل در یک سطر لغات رو معنا کنی، جا نهاد رو اول بیاری، فعل و آخر بیاری، نکات دستوریش رو مثلا رای نشانه مثلا حرف اضافه رو معنی بکنی، لغات سخت رو معنی کنی، امروزی بنویسی. پس معنی یعنی در یک سر، محتوا یعنی یا مفهوم یعنی توی دو سه واژه حداقل. معنیشو بچه‌ها توی درس براتون توی جزوه میفرستم براتون و توی توضیحاتم هم دادم. دیگه اینجا من معنی نمی‌کنم، فقط مفاهیم رو میگم. عاکفان کعبه جلالش به تقصیر عبادت معترف که ما عبدناک حق عبادتک. معنی در جزوه آورده شده، مفهوم ناتوانی در پرستش شایسته خداوند. ناتوانی در پرستش شایسته خداوند. عبارت بعدی، یکی از صاحب دلان سر به جیب مراقبت فرو برده و در بحر مکاشفت مستغرق شده. مفهوم این عبارت، معنیشو که گفتم توی درس گفتم توی جزوه‌ام براتون میاد، یکی از عارفان در حالت تفکر و تأمل فرو رفته بود و در دریای کشف حقایق الهی غرق شده بود و تمام وجودش را پر کرده بود. مفهوم عبارت، پاک کردن قلب از غیر خداوند. پاک کردن قلب از غیر خداوند برای درک اسرار الهی. پاک کردن قلب از غیر خداوند برای درک اسرار الهی. مفهوم کلی مصرعهای مشخص شده. بچه‌ها قلمروهای فکری خیلی مهمن تو قرابت‌ها برای نهایی و برای تست کنکور. مجدداً میگم کارگاه متن‌پژوهی مهمه. مفهوم کلی مصرعهای مشخص شده. ابر و باد و مه و خورشید و فلک تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. مصرع دوم رو مفهومش خواسته، تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. جواب غافل نشدن از پروردگار جهان. غافل نشدن از پروردگار جهان. گر کسی وصف او ز من پرسد، ببخشید یه بیتو جا انداختم، چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان. مفهوم مصرع اول رو خواسته، تکیه کردن بر حمایت و پشتیبانی پیامبر اکرم. تکیه کردن بر حمایت و پشتیبانی پیامبر اکرم. گر کسی وصف او ز من پرسد، بیدل از بینشان چه گوید باز. کل مصرع دوم مفهوم یعنی تو دو سه واژه، معنی نمیخواد در یک سطر. یادداشت میکنم ناتوانی از وصف خداوند،
ناتوانی از توصیف از وصف خداوند. سوال سوم نهایی 98 بوده در قرابت معنایی. از کدام سطر درس، لطفاً بنویسید اینایی که من میگم نهاییه، از کدام سطر درس مفهوم بیت زیر قابل استنباطه؟ من اول باید مفهوم بیتی رو که به ام دادم پیدا کنم. هیچ نقاشت نمیبیند که نقشی برکند. نقشی برکند یعنی تصویری از تو بیافریند. زیرش خط بکشید. نقشی برکند یعنی تصویری از تو بیافریند. وان که دید از حیرتش کلک از بنا نفکنده. کلک یعنی قلم، بنان یعنی سرانگشت. کلک از بنان افکندن کنایه هست از نهایت حیرت، نهایت اعجاب. نقش بر کند نقاشی کردن. خود بیتتون آرایه مراعات نظیر داره بین نقاش و نقش و کلک. کلک به معنی قلمه. میگه هیچ نقاشی رو نمیتونی پیدا کنی که نقش تو رو بیافرینه. نسبت به خداوند رو داره میگه دیگه. میخواد بگه یعنی در واقع حیرت عاشق حیران و دچار تحیره. وان که دید، که به معنی کسی که، در مصرع دوم که یعنی کسی، میگه و آن کسی هم که تو را دید اینقدر حیرت زده است که قلم از دستش انداخته ای. مصرع دوم رو معنی کردم و آن کسی هم که تو را دید چنان حیرت زده کرده ای که قلم از دستش انداخته ای. مفهوم بیت رو اگر من بخوام بنویسم بعد برم سراغ قرابت، مفهومش حیرت عاشق باعث بسته شدن زبان او می شود. حیرت عاشق باعث بسته شدن زبان او می شود. حالا گفته قرابت با کدام قسمت درس داره؟ با واصفان هلیه جمالش به تحیر منصوبه. که ما عرفناک حق معرفتک. از ابتدای همون قسمت هم گفتم که این سوال امتحانیه. واصفان هلیه جمالش به تحیر منصوب که ما عرفناک حق معرفته. پس نکات بیتو من می نویسم. هیچ نقاشت نمی بیند که نقشی برکند. بچه ها میگه هیچ نقاشی تو رو نمی بینه که بخواد تصویری از تو بیافریند. من زیر نقشی برکند یعنی تصویری بیافریند. مصرع دوم گفته چی؟ گفته وان که دید از حیرتش کلک از بنان افکنده ای. میگه و اون کسی هم که تو رو دید از حیرت و اعجاب و تعجب و جلوه جمال تو قلم از دستش افتاد، یعنی توانایی کشیدن نقش تو رو نداره. من اینجا دو تا که دارم. که اول بچه ها اینجا این حرف ربطه، که دوم یعنی کسی. کلمه کلک تلفظ دقت یعنی قلم. کلمه بنان یعنی سرگشت. شین حیرتش اشش مضافون الی و آن که دید از حیرت او
قلم از دستش افتاده است. خب تا اینجا من نکاتش رو گفتم، دیگه چی داره که باید بگم؟ کلک از بنان افکنده ای، کلک از بنان افکندن، کنایه هست از نهایت حیرت و اعجاب. دیگه چی داریم؟ مراعات نظیر داریم، یک شبکه مراعات نظیر بیابید بین نقاش، نقش و کلک. کلک هم گفتیم به معنای قلمه. مفهوم یادداشت کنم، مفهوم بیت رو اول بنویسم. مفهوم بیت رو هم گفتم، گفتیم که ناتوانی در شناخت خداوند. حالا جوابش قرابت داره با کدوم قسمت درس؟ سوال چندم بود این؟ سوال سه قلم رو فکری درس یک. جوابش با واصفان حلیه جمالش تا عبارت در واقع این قسمت، ما عرفناک حق معرفتک. درست شد؟ پس این قسمت جواب سوال هست. من از این تصویرش و عکسش رو میگیرم براتون میفرستم. لطفاً کارگاه متن پژوهی مهمه بچه های تنجیل میبیاز. سوال سه قلم رو فکری درس یک. این بیت بچه سوال امتحان نهایی بوده، موقعی هم که درس دادم توی درس گفتم. پس قلم رو جواب سوال سه قلمرو فکری درس یک مهم و نهایی. درست شد؟ جواب سوال سه قلمرو فکری درس یک و نهایی. خب ما تا اینجا نکاتش رو گفتیم، درس یکمون تموم شد. جلسه آینده که انشاءالله آخرین جلسه ما هست توی کلاس‌های تابستونه، من درس دماوندیه رو شروع میکنم. بچه‌ها میخوام توی اون درس اول آرایه استعاره رو، نکات کنکوریش رو بگم، یک صفحه از درسم میدم که استعاره ها رو بتونید پیدا بکنید، که ما دیگه تو طول سال آرایه استعاره، آرایه تشبیه، اضافه اقترانی، اضافه استعاره رو بلد باشم. قبل از اینکه من برم سراغ پرسش کلاسی و برم سراغ اون عبارتی که گفته بودم نکاتش رو، جواباش رو بررسی میکنیم، من اینجا اول گنج حکمت رو بگم. گنج حکمت گمان، بچه ها برای نهایی اوورده میشه این گنجای حکمت. پس کنار ادامه کارگاه متن‌پژوهی گنج حکمت رو بیارید، گمان برای نهایی آورده میشه. گویم که بتی در آب روشنایی ستاره میدید، پنداش که در آب روشنایی ستاره میدید، پنداش که ماهیست، قصدی میکرد تا بگیرد و هیچ نمیافت، چون بارها به آزموده حاصلی ندید فرو گذاشت. دیگر روز هر با ماهی بدیدی گمان بردی که همان روشناییست. قصدی نپیوستی و ثمرت این تجربه آن بود، تجربت آن بود که همه روز گرسنه بماند. تاریخ ادبیاتش نهایی بوده، کلیله و دمنه ترجمه نصرالله منشی. سوال پرسیده بودن که ترجمه ای از نصرالله منشی، گفته بودن کلیله و دمنه ترجمه چه کسی
ترجمه نصرالله منشی. خب من میرم سراغ نکاتش. مفهوم این حکایت چیه؟ وقتی حکایت رو میخونم باید مفهومش رو بلد باشم، مفهومش در امتحانات نهایی آورده میشه. خب اول مفهومش رو میگم، لطفا یادداشت کنید. مفهوم حکایت گنج حکمت مهم، تاریخ ادبیاتش هم مهم. یک ترجمه از نصرالله منشی نام ببرید، جواب کلیله و دمنه. گویند، مفهومش هم بگم یادداشت کنید، مفهوم گنج حکمت رو یادداشت می‌کنیم. حکایت آدم‌هایی که گرفتار وهم و تصورات نادرست می‌شوند. گرفتار وهم و تصورات نادرست می‌شوند. ظاهربینی و اشتباه در آن. ظاهربینی و اشتباه در آن. گویند معادل میگویند. زمان فعلها اینجا مهمه. مهمه. یه سوال نهایی، یه سوال کنکوری دارید، یه سوال نهایی هم دارید. معمولا هم این شکل فعلها رو میارم. گویند که بتی یعنی میگویند. یادداشت میکنم گویند مضارع اخباری. بت یعنی مرغابی. قصدی میکرد یعنی تلاش میکرد. تا بگیرد و هیچ نمیافت، چون بارها بیازمود، املاش مهمه. فرو گذاشت، فرو گذاشت یعنی رها کرد. دیگر روز یک ترکیب وصفیه، دیگر صفت مبهمه. قدیم قبل از هسته می اومده، امروز بعد از هسته می اومده. اینجا صفت پیشینه، ولی ما امروزه اگر گفتیم روز دیگر صفت پسین داریم میگیم. که ماهی بدیدی، زمانش مهمه. بدیدی معادل میدید، ماضی استمراری در قدیم. گمان بردی یعنی فکر میکرد، ماضی استمراری. قصدی نپیوستی، ماضی استمراری، معادل اقدام نمی کرد. قصدی نپیوستی یعنی اقدام نمی کرد. ثمرت یعنی نتیجه. این تجربت ترکیب وصفی. همه روز یعنی همه طول روز، ترکیب اضافی همه روز. گرسنه بمانند، مفهومش هم که گفتم. من اینجا نکاتش رو می نویسم، عکسش رو براتون در گروه میگذارم. پس شد گنج حکمت گمان. تاریخ ادبیاتش مهمه، مفهوم مهمه، ظاهربینی و اشتباه در آن. و بعدم ادامهش هم گفتیم چی؟ حکایت آدم هایی که دچار تصورات، در واقع تصورات و وهم میشن. بعد یعنی مرغابی. گویند، میگویند، مزارع اخباری. قصدی میکرد یعنی تلاش میکرد. ماضی استمراری. سطر بعدی فرو گذاشت یعنی رها کرد. فرو گذاشت رها کرد. ماضی ساده. دیگر روز ترکیب وصفی. گمان بود.
درس یک رو کامل تا پایان گنج حکمت اول ساعت میپرسم، نمره وارد میکنم و بعد میرم سراغ آرایه استعاره. جلسه بعد دیگر امروز باز ما نرسیدیم پرسش و پاسو و توی گروه هم موقعی گزارش کارم رو مینویسم یادداشت میکنم که جلسه برنامه آینده مون چه خواهد بود. همگی رو به خدای بزرگ میسپارم، عکس این رو هم میگیرم و میذارم براتون توی